چرا اینقدر کفشاتو کثیف میکنی؟ روزی 10 دفعه باید اینا رو پاک کنم. چرا مواظب نیستی؟ من یه طرف برو که گلی نشی دیگه. خیلی خوب، برو دیگه. مریم ندویا، مواظب پات باش. بوله این چهارده رو ندادین ها بوله سخمه رو با چه هم کنید ها دلم جونم جونم بله او بله سلام او کامپیوتر گذاشتم برای فروشی نیم ساعته تموم شده. آره باز میگه موتور بابا میارم دیگه، 2 روز موتور رو قرض دادی ها، چرا تو مسافر میخوام بالا پای ببرم، ثواب داره. ببین اصلا تو آنتن نیستی، برو تو آنتن، صدات هم نمیشنوم، برو. آره داشتم میری بی سانسورش چی شد؟ جون باز اومد بابا، فعلا با همین صدا خرابه حال بکن میاد، ولی اسراف نکنی ها. نمیدونی که خاک تو سرت کنم، اون رایدر 7 اومده هنوز تو دوش گیر کردی؟ سخته دیگه ماله این حرفا نیستی؟ دلم اسیر درده. بیا جیبو رو حالش رو ببر، بی حساب شدیم ها. بله خیلی ممنون، نوکرت هم بسرم. آقا کلوب تعطیل، جل بستی جمع کنی بینم، یالا جونه جونه. بله بابا مشنه من، شما که بدپیله تر از این خانم اتونی. نه من ندیدم، یا خدا رسولی میگم ندیدم دیگه، یا عجب آدمی ها. از پایین دره میگیرین تا اون بره قله 50 کیلومتری میشه، 2 نفری که زودتر به خط آخر برفتن استخدام میشن. بینی بوتم پشت سرتون میاد، هر کی ترنگش در رفت بره سوار شد. روشن شد؟ بازم میگم نبینم کسی دهنش میزون به نشخار میکنه. اگر از گشنگی هم مردین حق نره چیزی بخورین، هر چیزی به تون ریختن ننهاتون بردین بیرون. به من نیشه تو اینا رو گفتم که حساب کار بیاد دستتون، اگه فردا استخدامم شدین زیاد کیفور نشین، کار کار سختیه، ظرفیت ما انده بینی بوته، هر کی جا بمونه گردن خودش. اش برسه خدا 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 خدا
عکسه. بریم ظرفیت تکمیل شد. بریم دنبال کار. چیکار میکنه ها؟ تماسبی میگه هر کی نتونه امضا کنه و اسمشو بنویسه بهش کارت پایین خدمت نمیده. تماسبی میگه؟ خب بگه هر کی هر چی میگه تو باید باور کنی؟ چوپونه گفت پوتینات بده من فامیلش کرد فامیل راحت شانس آوردی کرامت یه جفت پوتین اضاف داشت سر صبح پابرنه دیجی نره حالا هم بلده این قاتلی که به نربندش نگاه میکنه با آدم ظلم بزنه حالا خدا میدونه چه محشری به پاشت اون بالا یه کربلا را تو سینه کشی کو با این رادیو تو که از هفت بندش آب بزنه بیرون آدم هایی مثل تو پیدا میشن که ما اینطوری گرفتار میشیم این شغل مایی ببری تو آهنه به هم میچسبونم اسمش اشنا ماشین بجون به یا کشت همون بالا برسین یه تانکه را بخواه کاری دب بری خودمونه در مسخره بکنیم سلام علیکم جبلی بشین 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 گفتم دیگه رفتی یا خیره انشالله اینا نوره زنگ زدن اصرار پشت اصرار دوباره هم زنگ میزنن تو را که میومدم امرالله رو دیدم میگفت کربلایی با مامورا نره به ارزکو بهتره امرالله میگفت میگه مردم حرف در میارم مردم من که سرم به کار خودم بود داشتم باربونه ای سفر رو میبستم او به خودت شاهد بودی فرمانده پاسکا صد بار پیغون پسخون فرستاد میگن شورای شهر باید با نیروی انتظامی همکاری بکنه من چیکار کنم؟ خدا خیرش بده این ملا فیضو همیشه وقت شکار تنگش میگیره آمان دارم الان هم وقت مریض شدن بود اصلا من چرا باید به جای اون برم؟ اومدن حالا چی میگفت؟ کی؟ بچه برادره؟ نه امرالله اونا رو که میدونم دردشون چیه امرالله چی میگفت؟ هیچی پسرش صبحی از برزکو اومده راستاسی مثل که خبرهاییه کربلایی خدا عالمه نه خبرهاییه انگار از این سر زمین بوده میخواسته برگرده میبینه هوا تاریک شده میگه حالا من تا اینجا آمدم بزن نماز مغرب شهر تو همون امونزاده بخونم که این اتفاقا میفته میگن زنا لباساشو هزار تیکه کردن گذاشتن تو جانمازشو حالا به خدا خبرش همه جا پیچیده اونا هم با همینش مخالفن دیگه منطقه مرزیه از برزکو تا مرز 1 کیلومتر راهه
نمیخوان حکایت دو سال پیش بشه، مثل ماجرای غلام علی که از چین و ماچین پاشدن اومدن اینجا. خلاصه میگفت با مأمور بری سر وقت نظر کرده خدا برات خوب نیست. به همین زودی هم شد نظر کرده خدا. حالا این رو ولش کن، بچه های برادرت زنگ زدن، چی بگم؟ بابایی که صندلی عقب نشسته ملا فیض نیست، دستار به سر داره، حتما حالش خوب شده، شکر. کلی گرفتاری داشتم. کربلایی کجا رو داری میگی؟ ها؟ یه راننده از یکم کنارش نشسته، کس دیگه ای نیست که. من عقب رو میگم، صندلی عقب. خدا کنه ملا فیض باشه، منو چه به سوال جواب کردن از مردم. دو نفرن دیگه. خدا رسولی کربلایی باز یه فکر برای چشات بکنی. چشا ایرادی نداره، بعد یه فکری برای آخرت کرد. باشه حالا زیاده ها. زنگ زدن بگو را افتاده طرف برز کو. میگم زیاده. اون دفعه هم پول خورد نداشتم، نگرفتی. خداحافظ. بگم میری سری بهشون میزنی؟ تو فقط بگو را افتاده. کربلایی هر چی بوده گذشته، این بنده های خدا به جلو زبلز افتادن ها. خیر، نونی که دو تیکه شد عمرن به همه چسب. سلام کبری. سلام سرگروبان. برو آدم بجم کبری. شب شده سر. ما که از آفتاب در اینجا نشستیم، ما هم که نزشتیم آفتاب پر رو گفتیم. کبری گرفتار شد، یکی از سربازه دلدر گرفت، باید میرسندمش به اداره سربشه دیگه. معطل شدی شرمنده، تا نیزود بتمردیه. خب کبلایی، از برزکو چه خبر؟ هیچ، همین چیزهایی که شما شنیدید. سلام کبلایی، اسمار چقدی تلفات دادید؟ سلام. سلام. سلام کربلایی. سلام علی. سلام. چیزی نیست، چهار نفره. امسا چند نفر میخواین؟ دو نفر. برای دو نفر یه لشکر علاف کرده توی کوه کمر؟ خودمون که علافترین که هر صد متر به صد متر باید ترمز بزنیم این جنازه کی میاد بالا. خوش ایشالله. میری برزگو. چه خبره؟ هیچی، همین خبره دیگه. من نشنیدی. معجزه شده میگن که. یه چیزایی شنیدم. تو میراثه. مردم یه چیزایی میگن، دین و ایمون درستی داره. تا زکات گندمش نده محصول خونش نمیبره. چون زکات میده باید یه شبه بشه حافظ قرآن. چی بگم والا، چند سال پیش محصولش آفت زده بود، به خاطر اینکه از خدا گله نکنه سر زمینش نرفت. یه همچین آدمیه. حالا میخوای بری برزگو چیکار؟ هیچ، برش داری میارش پاسگاه. فتا برزگویی های نمی معمول فهمول حالشون نیستا. نری اونجا اول دارم بول دارم دراری. نه کبرایی هم برای همه با خودمون میبری. کبلای خودش حافظ قرآنه، برزکویی هم میشناسنش. جلو خودشون یه چند تا سوال ازشون میپرسه، راست دروغش معلوم میشه. کاری نداری؟ به امان خدا. تو محیطبان میخوان استخدام کنن، پوست این بندهای خدا رو میکنن با پای حقوق 80 تومن. بری به کی بگی؟ من با جناب سروان صحبت کردم، حرف دستگیری اینا نبود اصلا. چرا هر تو درمان روزه کبلی؟ کی گفت دستگیرش کنی؟ به من گفت اگه لازم شد از برزکو بیارمش بیرون که جمعیت داشتون بالا. همین اگر هم خبری نبود که هیچ حرف بزن.
این وسط برای هر که آب نداشته باشه برای ایان ایان اون داره. تا شب نشده ای به جنبه ده نفرم نه 15 نفرم که ببرن اون بالا، از هر کدوم 1000 تومنم که بگیرم چه 15000 تومن ما بجنبیم نجنبیم. چه کجایی سرکار؟ این سرباز ما حسابش با بقیه سربازا جدا هم کبله، یعنی با بقیه آدم ها جدا. به کبلایی بگو بچه کجایی؟ 8 پی. 8 پی؟ کجا هست؟ اول بپرس 8 پی چی هست؟ بعد بگو کجا هست. شهر شهرک ده کنه این با دنباری کم نمیتونی حرف از دهنش بکشی بیرون. نیم ساعت طول میکشه تا یک کلوم بگه. هشمه هم خودش میگه یه چاو یه چادر رو بل نسبت ما یه مون شطوره. آره یه هم ما جای خود داره، سازمان جغرافی کشور هم بیری نمیدونه هشمه کجاست. بالاخره هرچی که هست خودش که میدونه کجاست. ها خوش از اول عمرش تا این 6 ماه پیش که اومد خدمت فکر کرده همه دنیا یعنی همه هشمه. خواهی این ننه مورده جای دیگر هم که نهیده که همه عمرم کبرایی دنبال شطور بوده. فقط از اون دفترچش که از طبس اعزام شده ما حدس میزنیم که 8 پی بود که همون اطراف باشه تو کبیر. بالاخره پدری مادری پدر بابو ساربون بوده دیگه، اگرم سری به شهر آباده زده زن بچه‌ای که با خودش نبرده که از زور شاید 10 سالش بشه، اما نه که از اجباری در رفته. خاک بر سر 9 ماه اضافه خدمت خورده. اون کرده بعضی کار فرهنگ میخواد. حال بابا چطوری؟ چطوری؟ یه برادر داشته از خوش بزرگتر، برادره میمیره یه برای این شناسنامه نمیگیرن، اسم همونی میذارن روی این. تو شناسنامه الان 37 سالشه. یه خود تا آخرش بخون. خدا و پیغمبر که سرش میشه، نماز که میخونه، اما حالش هست که چی میخونه من نمیدونم. فکرش بکن کربلایی، یه عمر تو بیابون دنبال یه مش شطور بوده، نه تلویزیونی نه رادیویی نه رفیقی نه همدمی. حالا هم نامه زدی به حوزه نظام وظیفه طبس، تا هفته دیگه منتقلش میکنه همونجا. به درد ممکنه بخوره، درد سر. بیا بیا بیا. شما که سواد داره انشالله. بله من یک دعا گرفتم، میخواستم که شما این برای من بخونی که اون چیه. سلام علیکم. علیکی سلام. همین؟ خب همینه دیگه. چه دعای از این بهتر؟ ها؟ سلام که اسم خودشه. سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست. ها؟ خب دیگه چی میخوای؟ خیلی خوبه که خدا با انسان باشه. برای همینه که هی باید بگیم سلام علیکم. هی باید بگیم بگیم. شما کجا میرفتی؟ برزکوه دیگه. شما باید بری برزکوه.
ولی باید بگی. شما اگه نگی از کجا میدونی کجا میخواستی بری؟ ها؟ فرض مثال همین آب رودخانه. اگه حرف نزنه، اگه نگه کجاست، شما از کجا میدونی که از اینجا باید آب ببری برای تشنگان؟ فرض مثال همین زنبور عسل. اگر نگه چشه، من از کجا بفهمم که چشه که اونو درمان بکنن؟ ها؟ این دوتا کندو دو روزه که مزاجشون خوب کار نمیکنه، عسل نمیدن. خب باید درمان بشن، خوب بشن. شما هم خوبی هم ولی خوب بودن که کافی نیست، باید بگی آدم. اونم کافی نیست، باید کار بکنه. شما فرض مثال بقیه این زنبورا همه رفتن سر کار، ولی بر میگردن. شما رو بیا کمک کن سر اینو بگیریم بذاریم اونجا. بیا بیا دیگه. لا اله الا الله. البته به عدد همه موجودات عالم ها. آخه کار ما در اومده، همه این شهر دارم میبرن اون بالا. چی در اومده ده تاگه ندیه؟ سرگروبان پنچره با لاستیک پنچره باید عوضش کرد دیگه. بجب شب شد پنچره. میدونی یعنی چه؟ زاپاس چیکار کردی؟ زاپاس نداری که سرگرو با من فردا دعوتی دارم. پس فردا لحظه ساعت 7 باید تو شهر جلو. میدونم کربلای ای تا یه ساعت دیگه من برنگشتم هرچی خواستی بود. خب این ماشینو بذار همینجا، خودمون یه جوری میمونم. من ماشین دولتی که نمیتونم برکنم به امان خدای کربلای. خب این پسره رو بذار پای ماشین بمونه، یکی خود چاشوشو موازه به پسره باشه. برای همه میگم شما باش. حالا سرباز قهد بود تو اون پاسگاه عریض و طبیعی. برو پیش ماشین. گفتم سرباز برداشتم، آپاندیس ترکون. خب رفت بهداری. خب بقیه هم که رفتن گشت، این هم بازداشت بود، از دو بازداشتگاه بردن بیرون. حالا برگردن کلی با سینجی پس بدم. چرا سرباز از بازداشتگاه بردن بیرون؟ از صبح تا الان 900 بار گرفته. من کفت هستم که بونه کرده بودم که ماشین از موتور تعویض میگیرن، نگاه نمیکنن ببینن این زاپارس داره یا نه. حالا طوری نشده تا شب نشده من تو رو میذارم خونه. خوب شد اومدم. تابلوی تو رو به اون خدا چه شسی پسر بر نداری، هیچیش با آدم زاد نرفت. تو چی چیز زر زر بکنی بجو شب نشده. گرسنت نیست؟ نکنه معنی گرسنگی رو نمیفهمی؟ ما که ضبط کردیم. پیر زنه اینقدر نون راییمون نکرده که کور بگه شفا. حالا اسمت چی هست؟ احمد نیفت از اون بالا. من نمیفتم کربلایی. کجا انشالله؟ میریم برز کوه. میرم تا عزیز شفام بده. انشالله انشالله. کربلایی مردم کرور کرور را افتادن دارن میان. منم گفتم احمدو ببرم. ای خدا من که چشم آب نمیخوره. کفر نگو، اینقدر این عزیز به فقیر بیچاره کمک میکرد. میگن از دیروز صبح که تو امامزاده پیداش کردن همینجور داره قرآن میخونه. حالا شما را افتادید دارید اینطوری میرید بالا؟ مطمئنید که هرچی شنیدید راسته؟ آه که درسته، تا دیروز یه خط نوشته نمیتونست بخونه. قدرت خدا، حالا قرآن با چشم بسته میخونه. کمک نمیخوایید؟ نه الان میاد، رفته پنچری بگیره میاد. خبریه؟
نه چه خبریه مگه؟ شما هم که میای برز کو؟ ها شما برید ما هم میایم. خدا حافظ. بیا بگیر بخور، من دیگه از اشتها افتادم. کجا؟ برو همونجا بگیر بشی، منم پایین منتظرم. هر وقت رئیست اومد منو خبرم کن. برو دیگه. من میرم دیگه، از امروز گذشت. بعدا خودم زنگ میزنم با جناب سروان صحبت میکنم. من که گفته بودم کلی کار دارم، نمیتونم زیاد معطل بشم. ببین سرگروبان بدون من نمیره برزی کن، ولی تو هم بهش بگو کربلایی هم گفت تو این اوضاع اگر نرید بهتر. فهمیدی؟ فردا میری؟ من که نمیتونم، کار دارم. شما هم خود دانید. تو؟ با اینجا رو امضا کردی؟ بله. بی خود کردی پسر این آدون؟ نگاه کن چی کار کرده؟ مغزت معیوبه تو؟ تو اصلا میدونی این چی هست؟ ها میدونی چیه؟ حد بزن خب. برای چی اینجا رو امضا کردی؟ همه امضا کردن. امضا کردن؟
به تو چه ربطی داره که امضا کردن؟ مگه بقیه هر جا رو امضا کردن تو هم باید امضا کنی؟ ببین چی کار کرد کفن مردمو؟ لا اله الا الله به عدد همه موجودات عالم. چی؟ آمدم. سلام جناب علی، سر بیشه میرم. علیک سلام، من سر دوراهی پیاده میشم. میدونم امروز سر چی بود. تو منطقه نیست این پیکانام که اگه دارن جیرک نمیتونن بالا برن، میمونه همین موتور که فعلا 5-6 دستگاه بیشتر تو جاده نداری، ولی خبر به گوششون برسه همه شو از شامیل لرزون میان. هرچیه تو همین دوسته رو کاسبی کردیم دیگه. حرفی نداریم، تراکتوراشون میرسن تو جاده، این چهارتا مسافرم بار کنن که مثلا چی ثواب کنن. درست نیست که میخوای ثواب کنی برو مسجد نماز بخون. بعد میگم چه بله این برگرد. چی؟ دور بزن برمیگردیم همونجا که سوار شدم. چرا؟ مگه چیز جا گذاشتی؟ برگرد کار دارم. چهر بله این همه بار بریم پایین سربازه رو سوارش میکنیم با هم برمیگردیم. این که میشه دو تیری، یه بار بری یه بار بیا یه بار برگردی. تو کرایه شو بگیر آقا جان. آدنی شما چه بین؟ مگه شما نمیخوای بری برزکو؟ بله باید برم اونجا. پس چرا چونه چرا میکنی دیگه؟ کارتو بکن برو. راست؟ شاید تو ماشین خوابیده باشه.
نبود نه؟ کجا رفته این؟ آه! خبری نیست. سرگروبان گفت مواظبش باشه. سوارشو کربلایی، سوارشو گور پدرشون به ما چه؟ بی برگردیم. ببینم بچه ها، شما یه سرباز لاغر لاجون ندیدید از این وران رد بشه؟ چرا داشت میره؟ آره. همین جلوه، بریم. حسن بچه دو رو گفتی؟ الان میاد و مالمونه. آی دیگه. از ملا عسلی عسل گرفتم، این گندمای نظمیرم باید ببرم آسیا بدم آرد کنم. کار دیگه، من این کارو میکنم، اسب این کارو میکنم، گاری رو میکشه، همه کار میکنم. مثلا شما ببین درخت ها همه کار میکنن. خدا اونم کار میکنه، اون که حالا کارش از همه ما بیشتره. کار عبادت دیگه. نمیدونم والا، آخه وقتی که زمین و زمون دارن کار میکنن یه دی شرمشون نمیاد بیکار نشستن. شما قصد برزه کن دیگه نه؟ اون کارت همین دیم برو. منم بعدش باید اینا رو ببرم بدم نور روغنی درست کنن. آخه یه مهمون خیلی عزیزی دارم. بزنی کار باید از ته دل باشه دیگه. اگه تو مثل کی؟ مثل برگردیم کربلایی. این یارو ای با جت هم میومد به اینجا نمیرسید، چه برسه پای پیاده. چه میدونم این زنها حتما یه سرباز دیگر رو دیدن. ها اونه هاش اونجاست. کجا همینطوری سرت انداختی پایین و راست شکمت گرفتی داری میری؟ ها شدی کاسه داختر از آش؟ میخوای ما رو گرفتارمون بکنی؟ اصلا چطوری اومدی تا اینجا؟ یاده که نیومدی، کی تو رو آورده تا اینجا؟ یه آقایی. یه آقایی با گاری. با گاری؟ ببینی کربلایی، ببینی پنج سال دارم تو این جاده کار میکنم یه گاری ندیدم. حالا یه گاری هاشون هم انداختم تو جاده، پس فردا میخوام با فرغون زاهر این طرف اون طرف برن دیگه. این بابارم از صبح تا حالا ما علاف خودمون کردیم. نه بابا، ما که کارمونه، پولشو میگیریم. پسر خیلی خرشانزی کبلایی بوده، هر کی دیگه بود چی کار داشت به این کارا؟ بنده خدا با این همه گرفتاری کی داره؟ پسر خودم هم سربازه، مثل این تو غربت. خدا رو خوش نمیاد تنها ولش کنم تو این جاده که تا دو ساعت دیگه پر میشه از زائر. دل خوشی هم از مأمور ندارم تو این اوضاع. بیا پسر جان، بیا سوار شو. عجب، لاغل دو کلمه حرف بزن من ببینم چه مرگته. باید برم برزکو. تو بی خود میکنی که باید بری برزکو؟ گنده تر تو وقتی دید هوا پسه به بمونه که پنچه لاسه بگیره در رفت.
یور سوار شو. یور سوار شو. هرچی به زبون خودت میگم حالیت نمیشه ها. من یقه تو بگیرم برنامه تو خورجین. صبر کن. مگه تو از فرماندهات دستور نمیگیری؟ سردروبان به تو گفت بری. این برزکویی ها که مأمور حالیشون نیست. خود سرگروبان گفت یه نفر باید بالا سر ماشین باشه. ببین من عازم خونه خدا هم. کلی منتظر بودن تا نوبتم شده. باید از مردم حلالیت به طلبم، باید حسابامو صاف بکنم. ما رو گرفتار خودت نکن. یه بلایی سرت بیاد فردا میان یقه منو میگیرن. سلام کربلایی. سلام علیکم. اول آقا ستار کریم. ایوالا بابا خوب گازشو گرفتی. رفتی سرویس آوردی به این زودی؟ آه بابا کربلایی بالا دورایی آوردن. عرض کجا خبر؟ طرف خونه عزیز که اصلا حرفشو نزن. سوزن هم نمیتونه بره تو. کربلایی بچه های برادر در از پشتر دارن با وانت میان. دارن میان پیشوازه. چی؟ زنگ زدم بهشون گفتم راه افتادی. خوب کاری هم کردی. خدا رسولی هر چی بگی حق داری. میدونم خیلی به ظلم شد ولی خوبیت نداشت اینطوری بمونه. عمری هم دیگه نمیکنه. حالش خوش نیست. من داشتم میرفتم به ارزکو. به اونا چی کار دارم؟ اذیت نکن کربلایی. حالا خواست خدا بوده این راه رو بیای دیگه. والا به خدا درست نیست. راه افتادن. کلی تدارک. دو تا گوسفند براشون خریدن. دونه 80 تومن آب خورد. آوردن اینجا سر ببرن. خدا شاهد الان یه هفته است افتاده گوشه خونه نفسش بالا نمیاد. چشش به دره که تو پیدات بشه. وقتی زده چرا اینجا وایسادی؟ کربلایی چیکار میکنی؟ با من میای برم چیکار کنم؟ کجا؟ میخواد با این برگرده. برگردی؟ کربلایی بر نمیگرده. این من نمیذارم برگرده. چی بگم والا؟ چی بگم نداره. عمری لجبازی کردی بس دیگه. الو الو برو تو آنتن دیگه. کربلایی مردم رو تو حساب دیگه ای با میکنن. تو که دیگه نباش کینه به دل بگیری. بابا من کینه به دل نگرفتم که. پسراش اومدن نشستن با هم صحبت کردیم. صد بارم پیغون فرستادم که حلال کردم آقا. حلال. دست از سر من برداریم. تو نری که قبول نیست. وقتی نمیخوای بری یعنی حلالش نکردی دیگه. خدا رسولیش هم همینه دیگه. ها؟ خیلی خوب. باش. حالا که دارن میان همینجا منتظر میمونم. این بابام بره به کارش برسه دیگه. آها حالا شد. به جون کربلایی کلی حال کردم. همه رفتن برزکو. هیچ کس از ده نیست الا نوه نویره ها که موندن بعد عمری اما بزرگشون ببینن. شما که نمیدونی من چی کشیدن. هیچ کس نمیدونه. کربلایی میگه ما که حرفی نداریم. البته قابلی هم نداره ولی همین را الان با دوتا مسافر اومده بودیم کلی کاسه. بیا. بگی خدا بده بریکن. کربلایی همین جای نفس چاخون الان میاد. باش میای که آه اومدم. تو سوار شد دلو پاسپورت پیاده بکن. پولت هم نخواستم. وبال گردنت میشه. میری؟ نه شما برو. من خودم یه فکری به حالش میکنم. مطمئن؟ کاری نداره آخر. کیچش میکنم میبرمش. نه برو. خود دنیا. را بیفت دیگه. کربلایی میخوان گوسفند برات سر ببرن. خوشت باشه. بعدی عمر در بدری، بعدی عمر کارگری مردم، بعدی عمر گشنگی، تو سری خوردن و حمالی و جون کندن. حالا که وقت سروریته میخوان با یه گوسفند و اسفند خرد کنن. خوشت باشه. بیا یا دیگه. قد و قواره تو بودم که هر چی زمین و مال و حشم بود صاحب شد.
شوفر برای خودت کار میکن تا مرد بشی. برادر بی برادر، پشت سرت هم نگاه نکن. حالا یاد برادر افتاده. نبه و نبیره ها منتظر عموشونه. این عمو کجا بود این سالها که یادی ازش نبود؟ این عمو کجا بود؟ بیا بگیر بشین. اینا که رد شدن را میافت. من تا تو رو نسپرم دست سرگروبان خیالم راحت نمیشه. قبول باشه. اینطور نماز خوندن رو از کی یاد گرفتی؟ یا آقایی. یا آقایی؟ کی بود؟ مسافر بود. تو همون هشت پی دیگه ها؟ یه انگشتر اونجوری داشت. از بابامون فقط همین انگشتر به هم رسید. اینم موقع شستن خودم از دستش دارم. خدا بیامرزت. همیشه میگفت مردن یعنی رفتن به خونه خدا. هر کی میخواد بره خونه خدا باید مردم حلالش کنه. بله، اول حق الناس بعد حق الله. الهی قربونت برم عمو جون، الهی قربونت برم. به خدا خوب کاری کردی که اومدی، سرمو منت گذاشتی. آقا جون همین تو چشم راهت.
راهی نیست، میرسونمه. دست در نکنه، خواهش بود. بشینم. من چی به تو بگم؟ خب میخواستی من از اول همون؟ بشین بریم هم. اما ابراهیم زنش مرزه به هوش نبود. یعنی صبح دیدیم دختر کوچیکش آقا خونهشون نزدیک خونه پدر عیال عزیزو میگم. از دیشب که خونه نرفته اینا فکر کردن رفته مسجد. پا تانکه هم قرار بوده نفت بیاره. اینا فکر کردن رفته مسجد، همونجا هم شب خوابیده. من نصف شب صدای بوق تانکه هم شنید. ابو صبح چی شد؟ کی؟ هیچی. صبح دیدیم آقا بچه های عزیز آبادی و گاشتن رو سرشون آمدیم بیرون با یکی از پسرهاش ای رفیقم اجبایی با هم بودیم. آقا نگو اینا همه آبادی رو گشته بودن، یعنی همون نصف شبی پسرهاش با ما همه نمیخواد بگیم. صبح که میبینن کسی نیست میگن که ما که همه جا رو گشتیم، بریم ببینیم که تو امامزاده هست یا نه. نزدیکی امامزاده که میرسن میبینن که بله صداش میاد که داره قرآن. حالا از اینجا بگو. چی؟ بگو دیگه. هیچی. رفتیم تو دیدیم یه گوشه این نشسته و آهنگش مثل دوغا قرآن میخوند و یه کتابی جاش نبود. حالا مطمئنی قرآن میخوند؟ شاید مفاتی دعایی. قرآن بود. میدونم. از کجا میدونی؟ قرآن خوندی تا حالا مگه؟ نخوندم و این شنیدم که تو آدیو. خیلی بعدش چی شد؟ چی؟ هیچی. هرچی صداش زدیم دیدیم جوابی نمیده. هرچی مثل این که زده باشه همینجوری زور زده بود. هرچی صداش میزدیم عزیز عزیز هیچ. نگفت چی شده؟ نه زبونش گفت شده بود. حالا مثل این که امروز صبح یه چیزایی گفته. انگاری عزیز دیروز میخواسته بره تو مموزده نماز بخونه که اونی آقای میاد طرفش. آقای غریب از اولیا و معارف بوده حتما. آقای میاد بهش میگه که بیا برو تو مموزده قرآن بخون. عزیز میگه آقا من سواد ندارم قرآن نمیتونم بخونم. که آقای بهش میگه چرا میتونی بخون، بیا برو تو مموزده قرآن بخون. امو سرباد اللهم سلام به های سلامتی آقا جون سرباد اللهم سلام محمد به های سلامتی سرباد قربون قدمتون. تا دیگه شما برین سر کارات. ممنون.
بفرمایین چایی. بفرمایین. نزن کثیفه، دستورت میخوای بشوری بالاتر. دمت همزا میای. چه خبره؟ همه چی رفتن برزکو؟ یه نفر میخواد بره خونه خدا. آه پس به سلامت میخواد بره مکه. میخواد بمیره. بمیره؟ خب اینم میشه. همه باز شفا میرن برزکو. اونم میرم. خوب دو سال پیشم وقتی داشتن زر امامزاده رو تعمیر میکردن، یه دفعه این قرآن خطی پیدا کردن. همون بدن تماشا. ماموران وقتی دیدن حریف مردم نمیشن، قرآن ورداشتن رو با خودشون بردن. میگن الان تو موزه است. بعد گفتن یکی میاد تو خواب غلام علی مهمار سه شب که چرا واسمان زاده کارو نمی کنی. منم همون سال نزد کردم از سربازی که برگشتم سه شب. اگه یه کار خوب گیرم بیاد هر سال زهر عاشورا یه گوسفند قربونی کنم. با این وضع میشه؟ نمیشه که. آقا چشم دلت سیره میدونم، ولی این گوسفنده داره میپره ها. خود دانی. با اجازه. همی برگشته؟ هم دو سال پیش که افتاد من جا گودن یک همی ارزن بریز من رخت خویش که پشتش سخت نبود. اما چه فایده؟ کل پشت ایش زخم آبیده. امیر میگه تو برزکو معجزه شده. بروگو امیر بیاد. بروگو بیاد دیگه. چی؟ امیر آقا؟ میگه پسر بچه کور تو تراکتور بوده، خوابیده بیدار شده شفا گرفته. لا اله الا الله جلل. چه میدونم والا؟ نه کربلایی، شک نکن. عزیز نفسش حقه. اگه شما هم عزیزو میشناسیم؟ پاکه ایشناسومش. همین چند وقت پیش هم حالم بد بید. اوید ایادتو. همچون نشست. تیز قالی بر نکن. هر جا که نامرهم باشه، سرشو بلند نیکنه. بو خدا کربلایی. ما همچه که دیدومشو، دلم جا گره. انگار نه انگار ناخوش بیدون. اون موقع چقدر قرآن بلد بود؟ هیچ. خوندن نوشتن که بلد نبید. هیچ. فقط اشنیدم من مسجد بعد نماز
ای قرآن وای کرد و هی نگاهی کرد، هی نگاهی کرد. همه گودن بند خدا، تو که نه فارسی شو ایدونی نه عربی شو، پس چی نگاهی کنی؟ ایگو قرآن کلام خداست، زنگاه کردنش هم نباز غافل بید. بدبخ همیشه حسرت خواندن نوشتن داشت. چه میدونم بنده؟ کربلایی سر جده طاهر راضی کن بریم تی عزیز. خدا نه چه دیدی؟ شاید یونم شفا پیدا کرد. ما ایدونم حرف شما نه زمین نیزنه. ما که هرچی ایگم دیگه عزیز بیاد سر خاکم سیم قرآن بخونه. آهای باشو بینم مینیبوس اومد؟ مینیبوس هم بقید تو گورت کنی؟ تکون بخور رسیدن اینا. نمیتونم دیگه بریدم. حرف یاموف میزنی ها؟ پنج نفر پشت سرت هم تکون بخوری رسیدن. آخه با این کف چشونه مگه؟ عیفت نمیاد یه تکون به خودت دادی بردی. رسیدی که تا ملاقه بس بودا همی آقا سربا نه نه جون سربا آرام 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 یواش همون چطوره؟ برای چی میخندی؟ مگه نگفتم نیای؟ اینا رو بده به من. باتون دستمندم بده دیگه. این اسمت هم نمیخواد. با من میام کربلایی؟ نه اینا رو یه جا قایم. بله پوتینات کو از اون پایین همینا پات بود. خیلی خوب بهتر این پیرانت هم عوض میکنیم که خیالمون راحت بشه. امیر اونم کربلایی یه پیرن از یکی بگیر بده بهش بپوشه ورش تا بیا بشه. اونجام زیاد دوربر من نیاد. اگرم کسی ازت پرسید که اومدی برز کوچی کار بگو میخوام برم امامزاده زیارت. خب باریکلا زهر مار تو چتونه؟ بپوش بریم. کجا؟ بپوش دیگه. خجالتش قربون. تو با این قیافت برای چی داری میری برز کو؟ میخوام برم امامزاده زیارت. ها؟ زیارت. آها همین پایین یا آسیاب آبی بود با هم به شما قد نمیده. ما هم بچه بودیم که سیل آسیاب خراب کرد. عمو این چیه با خودت از اون پایین آوردی؟ هیچ این مادر عیال ما کفنشو داده بدم عزیزم زد. کفن؟ آه قدیما رسم بود میگفتن اگر 40 تا مؤمن کفن آدم رو امضا کنن سوال جواب نمیشه. چه میدونم
نمیدونی که دلم اسیره. گفتی میخوای بری امامزاده؟ آه پس بی خود داری میه برزه کن. از این بر بری نزدیکتره، پیاده شو دیگه. هم ولایتی دو نفری ما سوارشین، این رفیقمون میره امامزاده، همین راه ما رو بگیری میرسی امامزاده. ها درخت داره که رد کردی، امامزاده خودش دیده میشه. قشنگی که شما از این وری داری میری امامزاده، بارکلا. آخه خیلی سال دیگه هیچکی از این وری نمیره، همه از این وری میرن. مثل این که لغمه رو اینجوری بذاری در. کجا؟ بشین نفس چاخ. دلت گرفتاره؟ دل همه میگیره، دل داشته باشه میگیره دیگه. یا رفیق من، رفیق الله، ای رفیق کسی که رفیقی نداره. تو هم قشنگی ها. خودی. خب حالا بخوای یه رایی بهت یاد بدم دلت باشه، تام چشماتو ببند. ببند دیگه. خب چی میبینی؟ هیچ کس. خب هیچ کس قشنگی دیگه. هیچ کس، همه کس هیچ کسه. حالت خوب شد؟ خیلی خوب برو، از همین را برو. بی خودی نره امامزاده، بابا خبری نیست که.
بیارینش پایین دیگه. ابراهیم چی؟ هیچی. بود ادای بیارینش پایین. من زودتر میرم شما اینو ورش داریم بیارین. اومدیم امو. یه جو سلام علیکم. بیا 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 کربلایی. رو بکن رو بکن. اینجاست. اون وقت چرا اینقدر شلوغه؟ بابا همین پسر کوره است که شفا پیدا کرده. مردم لباس یه هزار تیکه کردن. آقا رو بکن رو بکن. کربلایی اومده. حافظ قرآنه. این پسر کجاست؟ رب اموزاده دیگه. برو کنار برو کنار. چی؟ میگم رب اموزاده. در جاده قدیمی پیادهش کردم. رو بکن. استاد اونجا پیاده است. رو بکن مثلا رو بکن. برو چرا رو بکن آقا جون رو بکن آقا جان من یا الله رو بکن یا الله هسته بابا هسته برو این پسرها رو پیدا کن برو همگور نشیه میده باشه برو تو جربنه برو در بکن برو تو برو دیت نره ها نه 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 آقا تموم شد تموم شد آقا یا الله یا الله یا الله. گفتم من که بلد نیستم قرآن بخونم، من که سواد ندارم. گفت برو تو امامزاده از اون سربازی که داره قرآن میخونه یاد بگیر. گفتم کسی تو امامزاده نیست، الان اونجا رو جارو کردم، کلید و نشونش دادم، گفتم خودم الان درش رو قفل کردم. اساش امامزاده اشاره کرد، خودش راه افتاد، منم دنبالش رفتم. به دم در که رسیدیم گفت برو تو. جلوی پامو نگاه کردم، یه جفت کفش کهنه و پاره دیدم.
رفتم تو. دیدم کنار زری یه جوونی نشسته رو به قبله پشت به من. صورتشو نمیدیدم. یه لباس آبی کمرنگ گشادی تنش بود. با یه صدای خوشی داشت قرآن میخوند. اونم پشت سر من اومد. گفت بشین. همونجا نشستم. پشت سر اونجا بود. گفت گوش بده. نمیدونم چطور. ولی میدونستم این سوره‌ای که این جوان داره میخونه سوره مریمه. چقدر گذشت من نمیدونم. به حال خودم نبودم. میخون مثل اینکه یکی داشت تو سینه من میخون. مثل اینکه یه چیزی داشت از تو سینه من میزد بیرون. بی‌طاقت شد. همین که سوره تموم شد منم از حال رفتم. حالا هم به مردم بگید من همین یه سوره رو بلدم بخونم. نرید این طرف و اون طرف بشینید بگید عزیز امیر قرآن رو ببین. بلغت من الكبر اتيك قال كذلك قال ربك هو علي هين فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المهراب فأفعى إليه أن سبه بكرة وعشية يا يهيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم السبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرم ببالديه ولم يكن جبار سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا بس گفت به کتاب مریم از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو عليك هو عليك ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا سلام تربیه سرباز ما بیر کرده رو به ما زده بابا بچو بیا دیگه شب شد دقیقا خوبشی خوابش تعبیر شد بچه ها میگفتن که این سه شب خواب میبینی آقای اشاره میکنه برزگو میگه تو باید ببینی امامزاده زیارت تو برقرار چه کردی؟ عزیز دیدی؟ راست میگه دروغ میگه؟ دروغ میگه؟ Johnny, 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 John
مریم جان مرغا رو جا کن، شب شد، من میرم برمیگردم. Thank you.